میگه آخه اینم شد کاسبی، اینم شد شغل، اینم شد زندگی. بابا هر کاری که ازش نون حلال در بیاد کاره، شغله، کاسبیه. بگیر علی. تو 2000 تا حالا از این کار در آوردی که من ببینم حلالش چیه، حرومش چیه؟ بفرمایید، شما بفرمایید بشینید. بفرمایید. دست در نکنه. مالک پژار 206. بیا ماشینو تو از دم خونه مردم بردار. اینا دیگه از دم دهنت بردار. یه دفعه گفتی شنیدن. بیا آقا این لگنه تو بردار از دم خونه مردم. به به آقا ماشاءالله. سلام نسرین جون، حالت چطوری؟ خوب خبر میدادی گاوی گوسفندی برات میکشتم، قربونت برم. چه عجب. حالا که قرار نیستیم فردا شب شام همه تو خونه ما دعوتیم. نه نه مزاحم نمیشیم. خیلی ممنون آقا ماشاءالله. چه مزاحمتی، یه 10 دقیقه میخواییم دوره هم باشیم. زشته تو فک و فامیل. اون وقت فکر میکنن شما دوتا با هم قریم. تازه اگه شما با هم مشکلی داریم ما چه گناهی کردیم؟ راست میگه آقا ماشاءالله. بریم دیگه. پولیشو بده، خیلی خوب. پولیشو بده. میگم مامان حالا که فردا شب رفتنمون خونه خاله قحطی شد، آخه من لباس چی بپوشم؟ مادر جون قربون اون شکل ماهت برم، بهت که گفتم فردا بخچه رو نگاه میکنم ببینم اگه چیزی پیدا کردم میدم بپوش. خوبه؟ آخه مامان جان ما تو بخچمون هم یه دست لباس درست حسابی نداری. الهی تو بتره چی دیگه؟ شدی این هند جگرخون کنار من؟ داری جگر منو میخوری؟ هر کدومتون هم یه ساز میزنیم. عوض که به فکر کادو باشی؟ به فکر لباسه. میخوایی بدا بپوشی؟ ببخشی دیگه. این قیمتش چند هست؟ راستش این سرویس برای دوره قاجاره. میگن خود مظفرالدین شاه یکی دو بار توش غذا خورده. ای؟ چی خورده؟ گفته. روایته که کوفته خورد. حالا این چند هست؟ 1,800,000. تازه جناب دست دوم هم هستش. تازه یه بارم توش غذا خورده، دهنی شده. نجاش بابا یه چیز خیلی خوب پیدا کرد. آره. چیه؟ میگم نهایت خوبه. چند خریده اینو؟ چند میارزه؟ عتیقه است؟ نه بابا اشرافیه. تو پول از کجا آورده بودی؟ ها؟ پول خب این پول نداد. افتاده بود دلوی خونه همسایه برداشت. خدا مرگم بده. ای بابا دارم میرم. بگیر دیگه. بیر باشی. ماشالله. ماشالله. وایسا. نمی جان. بابا به نظر تو کجا رفتن؟ ماشینشون که اینجاست، حتما تو یکی از این خونه ها رفتن دیگه. آره ببین بابا، 3 تا خونه اون بره، 2 تا خونه این بره. خب من میرم این وریا، شما هم برو اون وریا، زنگ بزن شاید تو اینا باشه. بله ببخشید با آقا ماشاءالله کار دارم. کی؟ آقا ماشاءالله. صبر کن برم صداش. ممنونم. هی داره تغییر میکنه. ما اینجا منتظرش. چون آدمیزاده. بله آقا ماشاءالله من قدیما رو هیچ وقت یادم نمیره. منم هیچ وقت یادم نمیره، همیشه یادم. بارک الله. آقا ماشاءالله یه آقای دم در با شما کار داره. با من؟ بله بله. کی با شما دم در کار داره؟ نمیدونم. لابد یکی از همسایه هاست، ماشینتون رو گذاشتین جلو پارکینگشون، میگه که بیاین برداریم. بله ماشین رو جای خوبی پارک کردیم. میگم خانم این همسایه که میفرمایین آقا ماشاءالله ما رو از کجا میشناسه؟ خب راست میگه آقا، اصلا تو این محل مگه کسی شما رو میشناسه؟ من الان خدمت میرسم. ببخشید. میگم بیام خدمتتون تنها نباشی. نخیر شما سخنرانیتون رو ادامه بدید، در خدمت میرسم. بفهم اینطور خدا اینا خوردنی است. خاله میگم انگوراش خیلی درشته، تامسونه نه؟ بخور نوشه جونه، بخور باشه. ماما اینا 1,000 تومن میارز ما بخریم؟ نه بابا جون کوچولو، 3 تا از اینا رو تو بازار تجریش با یه ساعت اضافه رو هم دیگه میدن 990 تومن. درست؟ چه خوب. آره بس دیگه هنرنمایی نکن. خوب میچیدیم. خوب جیمیز جون
از خاله شنیدیم که به سلامتی قراره بریم. سعیدی تو اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ از من میپرسی چی شده؟ تو بگو چی شده؟ پیرن در بیار بینم. چی کار داری میکنی مرد حسابی؟ پیرن در بیار. ده؟ تو فقط مونده این یه پیرنی؟ دیگه پیرن دیگه نداشتی بپوشی؟ اگه داشتم بابا، اگه داشتم همه رو نمیدم دنبال تو باره بینم. صدا تو بیار پایین، پیرن در بیار. میگم صدا تو بیار پایین، آبروریزی نکن، من اینجا مهمونم. آبروریزی نکن سعیدی. من حالیم نیم، من پیرنمو میخوام. من پیرنمو میخوام. تو مرد حسابی، آخ تو چقدر نفهمی. پیرنو اگه من به تو بدم با زیرپوش برم تو مهمونی، اونم مهمونی با جناقم. مرد حسابی تو لباس مردمو میگیری، پا میشی میای مهمونی، نمیگی مردم خودشون لباسشونو میخوان. لباس چه بابا؟ شده پسرشم لباس منو گرفت. میدونم. حرفی داری میزنی، برو آبریزی نکن. من اینجا مهمون با جناقم ازم. اینجا رو دروازی دارم. برو پیکار. تو چقدر نفهمی. پیرنو اگه من به تو بدم با زیرپوش برم تو مهمونی، اونم مهمونی با جناقم. به من چه مربوطه این مشکل خودت پیرن در بیار. چرا تو خالی نیست آخه بابا؟ میزنم تو مخت تو من میزنی پیرن در بیار. بعد میبینن تو. ببینن من چی کار دارم بابا. من همه رو آماده کردم. زیبا خانم. من کار دارم. اینجا بیا یه دقیقه باید کار دارم. بیا. یا این سویچ ماشین ساب مردمو بگی گرو پیشت. قبوله؟ مرد حسابی مگه من میتونم وانه تنم کنم؟ من پیرنمو میخوام. اینقدر لکنتره برو خمن نکش. میخواد کلید خونمو بدم بری هر چی دوست داری برداری. نمیخواد. نمیخواد کلیدو برو خمن نکش. من مثل تو نیستم هر چی به دستم چسبید بردارم ببرم. من پیرنمو میخوام. صداتو بیار پایین. سلام. سلام از خانم. حال شما؟ آقا ماشاءالله. این پیرن بپوشین. این لباس این بنده خدا رو هم بدین بره. زشت جلوی در همسایه. بزنه بچم بگو بیان برم. این پیرن رو بدین آقا ماشاءالله. چی شو؟ بیا بیان بیرون؟ بله اومدم. چی شو؟ روش نمیشه بیا تو. زیبا خانم روش نمیشه چیه؟ اون روش از سنگ پای قزوینم بدتره. بگو برش دار بیار تو. فکر نکنم بیا. زیبا خانم بهش بگو که من قضیه پیرهنو پیش خودم نگر میدارم، به کسی لو نمیدم. فهمیدی؟ بهش بگو. اگه نیاد چی؟ دالال. زیبا خانم علکی بهش بگو میز شما چیدن، همه منتظرن. دست چی بگی بردار بیار تو. به هر ترتیبی شده. زیبا خانم من آقا ماشاءالله را تو میخوام. شرمنده آقا ماشاءالله، از خجالت در میان. بعدن از شرمندگی در میام. سعیدی پس چرا نیومدم؟ شام آماده میشه، دارم میرن سر میز شام. بفرمایید شما تو بخورن. حتما باید با کتک اینا رو برد بیرون. نه نه خیال راحت باشه، بفرمایید بریم تو. خانوم بیام تو چیکار؟ آبروم رفت. مگه ندیدید آبروم رفت؟ چی بیام تو؟ چی بیام تو خانم؟ خیالت راحت باشه، هیچ کی از این ماجرا خبر نداره. هیچ کی خبر نداره. همه فهمیدن، حالا همه اونجا نشستن. اون با جناق نامردم الان داره سوژه کرده، داره میخنده. چی میگی خانم؟ منم پشت در بودم حرفاتونو شنیدم. هیچ کی نفهمید؟ نه هیچ کی. تو هم نفهمیدی؟ من که گفتم پشت در بودم. آه تو فهمیدی؟ من فهمیدم. آه بس بپوشم دیگه. هیچ کی نفهمید؟ نه بس بیزمت کتو کتو بگیری. یه دقیقه روتونو مور کنید، من این پیرنو بپوشم. ببخشید من اصلا میرم تو. خیال راحت باشه، شما هم بیا تو. آها بله شما هم بپوشی. یا هیچ کی نمیفهمه. دست درد نکنه. خیلی ممنون. بس هیچ کی نفهمید؟ نه نه نه. خدایا شانس آوردم و هیچ کی نفهمید. اگه میفهمیدم آبروم میرفت. سیروسون میگم یه شب قبل از اینکه بری سفر قرار بذاریم بیاین خونه ما. باشه حتما میایم. حالا نمیشه شما نریم؟ کجا؟
همون خارجه دیگه. از سری خانم خبر داری؟ سری خانم فقط شنیدم مادر شوهرش از مکه اومده. آره چه زن خوبیه. خیلی من تازگی یه اتفاق برای شوهرش افتاده بیچاره. چه اتفاقی افتاد؟ پا شکست دیگه. آخه چرا؟ توی تصادف. بیمه میمه داره؟ آره بیمه که هستن. علی؟ بله. مادر بی برو ببین بابات کجا رفت مون. مادر من یه جوری صحبت میکنه میگه بچه 6 ماه است. خب میاد دیگه خودش. لابد الان با اسران یه گوشه نشستن گل میگن و گل میشنافن. آخه دلم داره شور میفته. دل شوره نداره. الان بهشون زنگ میزنم. چه جوری؟ بابا بای. ای بابا اومد. ببخشید نسیم خانم. سلام بابا. سلام بابا. نرگس اینجا نشستی؟ هیچی داریم گپ میزنیم. علی، برو بشین. بله، الان تشریف میارم. آقا اسران با شما بودن؟ نخیر، بنده داشتم ماشین رو جابجا میکردم که مزاحم برای همسایه‌ها نباشی. نخیر ندیدمش. ببخشید. برای اسران کجایی؟ من اینجام خانم تو آسمونا. به افتخار آقا ماشاءالله خودمون، رفیق دیروز، با جناق امروز. اینم از این. یالا بچه. اینم ما رو ناهید خانم و خودمون. دست شما درد نکنه آقا اصلا. قابلی نداره. علی. علی. سحر. سحر دست نزن. علی مگه مادر با تو نیست؟ سحر مگه مادر تو با شما نیست؟ برش ببینم. بچه مگه تو یه پول ندیدی؟ یه بار بچه مامانیت ببینم. بچه بچه. بچه. بگی خانم. این کارا چیه داری میکنی اصلا؟ رضا خوش باشن آقا ماشالله پول تو جیبیه یه سالشون در اومد دیگه. آخه اصلا جون مگه عروسیه داری این کارا رو میکنی؟ از عروسی هم مهمتره. خانم پاشو بریم. آقا ماشالله اینقدر که امشب خوشم ها شب عروسیم نبودم. به جون تو جدی میکنم پیش خودم باشه. آقا بفرمایید شام حاضره. اینم شام. پس بفرمایید واسه شام. تو رو خدا منزل خودتونه بفرم. بفرم این تو خورو بفرم. کتتو درو راحت شد. نه من راحتم. خب درو دیگه آخستی نمیشه که اینجوری. خانم شما به کت من چی کار داری؟ من راحتم. بابا جان زشته میخندم بریم در بیار کت. شب گیری دادی جون ناهید درو. آقا ماشالله راحت باش بابا جون. کتتو درو راحت این خونه خوده. آره بابا. آره نوش جونتون. تو رو خدا بفرمید. اینجا بذارم. چی بابا؟ آب میخوا؟ نه مادر پس چرا غذاتو نمیخوری؟ بابا شما چرا یهو رنگ پیرنتو عوض شد؟ جریان چیه؟ چیزی نیست سهر جون بابا غذا ریخته روش اینه که رنگش اینجوری شده مگه این همون پیرنه؟ آره بابا جون بابا من میدم رفت بیرون و اصلا یه شکل دیگه شدم. بگم نکنین آقا ماشالله خودمون نی. آقا ماشالله من نگاه. نه تو رو خودمون نگاه. نه بابا خودش. آقا ماشالله خودمونه. پیرم تنگ بود. بله بله. این که رفتم تو ماشین عوضش کردم که راحت بشم. باریکنه باریکنه. نه خوبه. واقعا خوشم میاد آقا ماشالله همیشه راحت فکر میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی که هر جا میره یه دست لباس زاخباس با خودش میبره که اگه یه موقعی خدای نکرده لازم شد عوض کنه. باریکلا خوشم اومد از آقا ماشاءالله. با سلیقه است. میدونی؟ میگم بابا ماشاءالله این پیرهنت واقعا خیلی خوش رنگه. یعنی از اون یکی خیلی بهتر. خدا وکیلی بهتر. آقا ماشاءالله هر چی که پوشیده تا حالا همه قشنگ بوده و بهش هم میاد. اتفاقا لنگه همین واسه بابام گرفتم. بابا جشن تولدت یادته؟ آره بابا یادمه ولی این اون نیست ها. نه این اون. من گفتم این اونه حالا. من برای بقیه گفتم که مبادا سوء تفاهم بشه یه موقع فکر کنن که این همون پیرنه که تو واسه من خریدی. آره
میخوام الان بگم زیبا خانم بره اون پیانو برداره بیاره که همه ملاحظه بفرمایید. زیبا خانم؟ زیبا خانم؟ بله هستم. بگم بیاره آقا ماشاءالله اون پیانو. ای بابا شما میتونه بخورید، چه گیر دارید به پیرن من؟ شما میتونه بخورید آقا اصلان. جالبه، نمیدونستم سلیقه آقا ماشاءالله و ژینوس شبیه همه. خواهش میکنم دست شما درد نکنه. نه آقا ماشاءالله خدا وکیلی با سلیقه است. من یادم موقعی که بچه بودم با هم رفیق بودیم، هر وقت هرچی میخواستم بخرم تا آقا ماشاءالله اوکی نمیداد من امکان نداشت بخرم، حتی اگه شده یه جفت جوراب بود باید اوکی میداد. بله نصف خانم دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه بود، خیلی ممنون. من که نپختم، از رستوران گرفتیم. من سالهاست دیگه غذا نمیپزم. این وقت آدم نیست. مامان من هم شبا شام نمیپزه، ما حاضری میخوریم. سحر ای راست میگم دیگه، شبا حاضری میخوریم. آخه تفلکی، خب به خاطر همین هم قلعه آقر موندی دیگه خاله. چی میکنم؟ مامان دشویی دارم. الان وقت این حرف هست باده؟ خب پاش خودت برو. آخه اینجا بزرگ من گم میشم. کارت بخوری، تو غذا تو بخور، من خودم میبرم دشویی. میگم میخوای بابا زیبا بگم ببرته؟ آها؟ نه نمیخوام، خوری کرد. خاله ولی عجب افطار توپلی بودم. نه بابا تا آخر مرمزون منو میکشم. ایوه میگم آقا شده غذات که تموم شد بریم تو حیاط یه چایی اونجا با هم بخوریم، موافقی؟ میگم اصلا اینجا این پارک میمونه. پارک؟ خیلی خوبه. سرایده رو نمیخوا؟ حرفا میزنی خواهی شد مردده؟ داشتم فکر میکردم بهت بگم صبح ساعت 6 بیاد سر کار، ولی نه ولی من سرایدار هر کسی بشم سرایدار تو دوست ندارم. من مخلص شما یه نفرم، بریم پایین. شعب هوایی آدم واقعا زنده میشه. حالا آقا ماشاءالله بکش بالا، بکش بالا، رفتی خونه آب هوایی خوب داشته باشی. میدونی الان دلم چی میخواست؟ چی میخواست؟ دلم میخواست که این خونه بغلی مرتو. چرا؟ چون هم قواره خونه خودم. حالا ما همون یه وجب جایی که توشیم راحتیم، از سرمونم زیادیم. بعدش هم اگه این خونه بغلی و مفتکی هم بهم بدن اصلا خوشم نمیاد همسایه تو بشه. بابت کن ما رو بگوی که فکر میکردیم بعد یه عمر که سرت خورده به سنگ پشیمونی آقا ماشاءالله. از چی؟ از این که شراکتت با من به هم زدی؟ ما دوتا آبمون توی جو نمیرفت. آقا ماشاءالله میرفت، واقعا میرفت، فقط تو نذاشتی. بگنه ما که با هم مشکلی نداشتیم. بفرمو. داشتی؟ نه داشتی؟ این همه جا رو بل کردی پاشدی آوردی ما رو اینجا؟ آقا ماشاءالله گفتم اینجا کنار آب خیلی میچسبه، چای داغ کنار آب. بفرمی چای رو بزن. چیه؟ میگم حالا چیکار میکنی؟ چجوری میگذرونی؟ من؟ هیچی، صبح تا شب میدوییم تا یه لقمه نون حلال پیدا کنیم برای زن و بچه بود. پس تخت میگذری؟ کم و بیش. میخواستم یه چیزی بهت بگم آقا ماشاءالله، به شرطی که حرفم رو زمین نندازی. تا چی باشه؟ نه ترس، خیره. تو خیر، باورم نمیشه. میدونی چی آقا ماشاءالله؟ بدبختی تو اینه که زبون تلخ. من بدبختی ندارم اصلا جون. مرد حسابی، من با این وضع، با این زندگی کلی بدبختی دارم. تو یه عمره در جا میزنی میگی بدبختی نداری؟ درست میگی اصلا جون. من در جا میزنم، قد تو پول ندارم، بدهکارم، ولی میدونی خوشبختم اصلا. میدونی چرا؟ یا بهت بگم آه. برای یه شب که میشه راحت سرمو میذارم رو متکا خوابم ببره. اونم تو 5 دقیقه. 5 دقیقه؟ گاهی وقتا 4 دقیقه. نه همین راحتی. ما رو بگو که رو دیواره که یادگاری مینویسیم. من میخواستم زیر پربالتو بگیرم این بدبختی فلاکت نجاتت بدم مردی. تو همون پربال خودتو بگیر، کافی اصلا.
لازم نکرده پرواله منو بگیر. ولی هیچ کس نمیتونه مثل من زیر پرواله تو رو بگیره. میدونم تو اون کلت چی میگذره، ولی اصلا جون تو اون چایی که تو رفتی من نمیام. علی برو مادرتو بگو بیا بریم. بدو کجا آقا ماشالله به این زودی؟ دنبال بدبختی. بدو بچه بابا بالا بستنی میدن به ترکی تو بچه. بدو با مادرتو بگو بیا بریم. بیا بریم. لا تنكر بي في حيلتي. علی جان، علی مادر، پاشو سحری، پاشو. بابا بدون سحری میگیرم. پاشو دیگه قربونت برم، تنبلی رو بذار کنار. پاشو مادر. نرگس خانم، نرگس مادر، پاشو. سحر جون، سحر عزیزه، بیدارشین، بیدارشین مادر. مگه بابات اینجا پیش تو نخوابید بود؟ کجا گذاشته رفته؟ من چه میدونم من رفته دست چی؟ آقا ماشالله، آقا ماشالله. تو چرا اینجا نشستی؟ خوابم نمیبره. تو که سرتو میذاشتی زمین میخوابیدی. اصلا نمیدونم امشب چرا اینجوری شدم، هرچی هم قرص خوردم خوابم نمیبره. آقا ماشالله، چرا اینقدر خودتو عذاب میدی؟ چرا اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ خب هرچی بوده گذشته دیگه. چی گذشته؟ مردی که امشب من سکه یه پول کرد. اون روزا که شراکت تو با آقا اصلان به هم زدی، سکه یه پولش کردی، یادت رفته؟ خانم من که بد حرفی نزدم، من فقط گفتم با آدمی که میخواد از راه خلاف و رشوه و قاچاق پول در بیاره شراکت نمیکنم. بد حرفی زدم؟ ده اونم از همین میسوزه دیگه، نیست فامیل تو رو قبول داره اونو قبول نداره، یه جوری میخواد تو رو خرابت بکنه. منم به خاطر همین گفتم پانشیم بریم اونجا. والا اگر این علی چی بگم، والا این ماشین بی صاحب شده رو به در و دیوار نکوبیده بود و این بلا رو سر ماشین نیورده بود، اصلا نمی رفتیم، مجبور شدیم رفتیم. مردی که تازه به دوران رسیده، یادش رفته اون موقع اومده بود خواستگاری خواهر شما اشتباهی حشر کش به خودش زده بود، الان یه افه میاد برای من. اینقدر حرص نخور، آخر یه بلایی سر خودت میاری. پاشو الان از اونو میگن، پاشو بیا تو. باشه بیا. چیه پسر؟ چیه؟ من سلام میکنی؟ جان؟ ماشالله ماشالله میگیم چیه؟ نه بابا شما رو نمیگم که، این آقا اصلا اینا رو میگم، یه استخر دیگه هم تو اون زیرزمینشون داشتن. ماشالله ماشالله. در مجموع همه چیزشون خوب بود، ولی این که اسم زری رو برداشتن به جاش گذاشتن جینوس خیلی مسخره بود. خیلی هم خوب بود، رونده دیگه جینوس. زری تو رو بخورید، انقدر حرف نزنید. نرگس زری تو بخور. توی دستویش هم یه دکتر صدای موتور میداد. تو بگی بکم دکتر بی تربیت سیفونشونو میگه، انقدر فشار داد فشار داد تا خراب شد. لوسی علی دیدی تو دستویشون از این دستگاه ها بود که مثل سشوار باد گرم میده، دستت خیس اینجوری میگیری زیرش خوش میشه. آره خیلی محال بود. دلم خوش دخترم دانشگاه میره، پسرم پیش از دانشگاه، انگار اینا نه کسی رو دیدن نه جایی رفتن. کجا رفتیم؟ میز رفتیم؟ همینو بگو علی آقا. اگه منم میخواستم حروم خوری بکنم، حالا صد تا از این دکمه ها و دستگاه ها تو همین دستشویی بود، براتون دستشویی درست میکردم به اندازه اتاق متحرک. رجی به هر حال من کاری ندارم، هرچی که هست وضع آقا اصلا اینا خیلی بهتر از شب دراز علی آقا.
همین آقا اصلان باید جواب حرومخوریاشو تو همین دنیا پس بده. الان پنج سالی که داری این حرف رو میزنی، روز به روزم وزنی اصلان اینا بهتر میشه. کدوم جواب عزیز من؟ عجب غلطی کردیم ما رفتیم خونه اینا. آره والا آقا من هنوز با این سن و سالم شامپو ندارم به این سرم بزنم، واسه سگشون شامپو مخصوص داشتم. من آقا دلش خوشه داره زندگی میکنم. حالا تو همه چیو بل کردی، داری حسرت سگشونو میخوری؟ نیست تو نمیخوری؟ نه که نمیخورم. بس کنید بابا، سرمون رفت، پاشید برید. بذار سهریشونو بخورم. دیگه اگه حرف این اصلانی کسی بزنه تو این خونه، حرف سگشو بزنه و نمیدونم استقشو بزنه و شامپوشو نمیدونم سفیدابشو بزنه، موقوف. همش خانم تقصیر شماست. ببین با یه مهمونی رفتن، ببین چه هوایی شدن. تقصیر من چرا؟ یه کلام به تو گفتیم که یه نوک پا میریم خونه اینا و بر میگردیم برای آشتی کنون، همش میندازی گردن من بدبخت. ای تازه قراره هفته دیگه اونا بیان اینجا، اون چه قشقره که بشه. غلط گردن، حق دارم بیان اینجا، حق ندارم پاشونه خونه بذارم. خانم این آقای اصلان حق نداره پاشو بذاره تو این خونه. قلم پاشو میخورم و میشکنم. و جینوس خانم گفته بی خود کرده. ماما چیکار داری میکنی؟ نمیدونم خانوم، دارم اندبونا رو میریزم عقب ماشین دیگه. میخوای بگم علی بیاد کمکه؟ حالا که همه رو بار زدم، حالا این بارو کجا میخوای ببری؟ میخوام ببرم میدون پسش بدم، همه شده گندیده میشه. بعدش هم میخوام از اون ور برم نمایشگاه، وانتو ببرم پسش بدم، همون تاکسی خودم رو بگیرم برم سر کار خودم. یعنی بازم بری مسافر کشی؟ کار بهتری سراغ داری شما؟ ماشاءالله چقدر بهت گفتم، آخه این ماشین اسای دستمونه، آبرومونه، اصلا حرف منو گوش نکردی. چه میدونستم، میخواستم درآمدم بیشتر بشه دیگه، قصدی نداشتم. ماشاءالله جون، تو فقط تو خونه یکم مهربون باش، اینقدر با این بچه ها کلکل نکن، ما از تو درآمد نخواستیم. خانوم من غلط بکنم که کلکل کنم با بچم؟ من عاشق زندگیمم، من عاشق زن بچمم، من اصلا بچه هامو دوست دارم، زنمو دوست دارم. بیا این همه ضرر کردم فدای سرتون. بعدشم ممکنه کلا بردارن از سرمون، ولی کلا نمیذارن خانوم، مطمئن باش. خب من دیگه برم. عیب نداره، فدای سرت. چی رو عیب نداره؟ دست پاچلوفتی، این بچهش دست پاچلوفتی میمونه، همین کارا رو میکنی داریم شکست میخوریم دیگه، همش عقبیم تو زندگی. عیب نداری. بازار ماشین که گیجه آقا ماشالله، قیمت هم شدن این جاده چالوس، همینطوری میرم پایین میام بالا، میرم پایین میام بالا،
بعد موقعی اومدی پسش بدی. والا حقیقتش این هست که من میخوام اینو پس بدم، همون ماشین خودم رو بگیرم. ماشین خوده؟ بله. ماشین خودش اونو که ردش کردیم رب مرد حسابی، اونم با هزار زور. حالا تو جاده شیراز آباده داره کار میکنه. گفتم دیر اومدیم. حالا یه ماشین دیگه نداری؟ پیکانی، پرایدی، یه چیزی که بتونم باش مسافرکشی بکنم. چرا؟ خب دست در یه جیل دارم، خیلی هم رامه. باشه همینو اگه میشه. میخوای جیل؟ پیکانی دیگه، مدلش چند؟ نه، پژو جیل. نه، اون گرونه، نمیخوام. پول ندارم. پول نداره؟ نه. پول نداری. خب چکی بخر. یه آدم درست حسابی پیدا کن بده پشت چکیتو امضا کن. حالا آدم درست حسابی از کجا گیر بیارم؟ تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ تو که باجن آقا امضاش از خود چک معتبرتره که. مگه هنوز پیش شما میاد؟ آره اتفاقا بیروز یه 206 آورده بود، نمیدونم کدوم احمقی زده بود پشتش. حرف دهنتو بفهم، درست صحبت بکن. احمق چیه؟ با شما نبودم که، میگم یه احمقی. بله هر کسی، اصلا فکر کن بچه خودته. آقا بچه نداره. بگذاریم اصلا، میگم نمیدونم داده بود پشتش رو داغون کرده بود، برشه بود آورده بود. ما هم مجبور شدیم اینو برداریم یکی دیگه بفرستیم در خونش. دست شما درد نکنه. ببین آقا ماشالله، میگم میخوام همین 206 دختر باجناخته بدم بهت. یه خورده پشتش تو رفتگی داره، 100 تومن بیشتر خرجش نیست. عزیز من یه ماشینی میخوام که باش مسافرکشی کنم. من که نمیخوام برم باش بگردم. مسافرکشی. خنده دیگه ای میخندن. آخه خنده من چه به مسخره گرفتم. خنده از اینه که الان روند بازار شده، بازار آژانسیا شده پژو و پراید. کلاسش هم بهتره. همین. وای جزی. ای بابا آقا ماشاءالله. بشین حالا یه آب میوه، یه چای. آقا تو اصلا هر چی خواستی برده ببر. خوبه؟ من چکاشو از آقا اصلان میگیرم. اصلان کیه؟ الو سلام عرض شد. مخلصین. حال شما؟ 206 که اذیت نکرده؟ گفتم آرومه. قرض از مزاحمت. آقا این ماشینا هر کی میبینه پس میزنه. 1-2 میلیون خرج داره. بله. باشه، چشم. باجن آقاتون هم آقا ماشاءالله اینجا بود. نه. اومده بود یه ماشین بخره. حالا چه ماشینی میخواد؟ آها، واسه چی؟ خیلی خوب، تو یه کاری بکن. ببین یه پیکان ترتمیز پیدا کن بهش بده، وانتشو ازش بگیر. الباقیش هم من میدم. آره فقط یاد باشه یه موقع نگی بقیه پولشو من دادم. آها اون وقت بد میشه. آره. چیکار کنیم دیگه؟ بالاخره هرچی باشه با جناقمونه، باید بروالشو بگیریم میگه. آره راستی آقا، میگم اگه یه وقت پرسید که پیکانه رو چرا اینقدر ارزون بهش دادید چی بهش بگم؟ چه میدونم، بگو صاحب ماشین مثلا کارش یه گیری داره، اینه که زیر قیمت میده. آها. نه بابا، بچه های آقا ماشالله این بچه های خود من، هیچ فرقی نمی کنه. باشه، دست درد نکنه. خدافظ. میگم خانم، این مهمونی دیشبه کار خودتو کرده. مگه چی شده؟ هیچی، این آقا ماشالله شرکت صادرات هندونه رو داره به هم میزنه، میخواد بره تو خط فرودگاه. حالا تو چرا انقدر خوشحالی؟ هیچی، همینجوری واسه خنده. بالاخره وقتی باجناق آدم ترقی میکنه باعث سرفرازی ما هم هست. هرچی باشه باجناق بنده هست. آره. که بعضی ها بی ملاحظن. این پیکان مال کیه؟ گفتم این پیکان مال کیه؟ بیا دم خونه مردم بردارید بابا، مردم کار زندگی دارن. این پیکان مال کیه؟
سلام بابا جون. سلام. مبارک ها باشه. چی؟ مبارک ها باشه. مدلش چیه؟ مدل چی؟ چی داری میگی پسر؟ بابا مگه ما حالا گفتیم شیرنی بده آشا میکنی، ولی خیلی ماشین تمیزی ها رخ قشنگی داره. رخ هم که نفروختی. رخ چیه پسر؟ چی داری میگی؟ ماشین چیه؟ ها؟ همینجوری باید یه حرفی بزنی دیگه. داری خودتو میزنی به اون راه. سر مال من نیستش این ماشین. یه ساعته دارم صدا میزنم مال کیه؟ میگی مال تو. نایی؟ همین بونگای سر خیابون رو بردش، 10 دقیقه هم نمیشه. خب چی گفت؟ گفت مبارکه، فقط بابا اومد یا تو که پا بیاد بونگا. کلیتش هم داد. کلیت چیه؟ سویچشو چه میدونم. این یعنی مال توئه؟ ببینم من نمایشگاه ببینم یارو چی میگه. کدومه؟ دزگیرش کدومه؟ ببین اینا 4 مرحله داره. من رفتم نمایشگاه. بابا ماشین خوبیه، از دستش ندی ها. سر به هواست. بابا. بابایی. مامان، چرا بهش نگفتی؟ چیو؟ خب پول شهریه دانشگاهمو دیگه. آخه بابات پول داره بهش بگم، اینو چی کار داری تو؟ حالا من چی کار کنم؟ بذار فردا یه تو که پا بیام دم دانشگاه ببینم میتونم این وامونده رو قسطی درستش بکنم. دانشگاهست، بقالی که نیست. بابا جان تو اصلا مثل که حالیت نمیشه. ندارم یعنی چی؟ خب نداره چی کارش کنم؟ میفهمی نداره یعنی چی؟ نگاه کن چجوری اول صبح صدای آدمو در میارن ها. ببینم آقا ماشاءالله شما دوست داری جنس گرون بخری؟ نه. خدا پدرتو بیامرزه. مال مال این آقاست. دوست داره آقا مالش ارزون بفروشه. شما حرفی داری؟ من چه حرفی دارم آقا موسی؟ من فقط می‌خوام بپرسم سند داره ماشین؟ والا سند. لا اله الا الله. آقا موسی سوالی می‌خوام، سند ماشین؟ من میگم اگه نمیخوای بخری، بذار این بابا بره دنبال کار و زندگیش. بره ماشین لکنتیشو بفروشه، پولشو برسونه بیمارستان. او من که حرفی ندارم. باشه آقا. باشه. بس حرفی نیست؟ مبارکه. مبارکه. بقید شما راضی هستین دیگه؟ من راضیم. بله آقا. ببین آقا من کارم مسافر کشیه، من با پول مسافر کشی پول حلال میبرم خونه. اگه شما ناراضی باشین موقع اوضاع خراب میشه. راضی هستی؟ بله آقا من فروشنده هم، میخوام ماشین رو بفروشم. شما نباشی به کسی دیگه. خدا خیرت بده. ایشون راضیه. خیلی خوب. پس بنویسم قولنامه‌شو. بنویسم. من می‌خوام سویچش هم پس بده که من بذارمش تو سایه آفتاب. نمی‌خواد پسر تو سایه بمونه، نازک نارنجی میشه. بذار همون تو آفتاب بذاره پوست کلوف بشه. علی آقا شما زحمت بکشین وانتو بزن اون جلو. اینو بله بفرمایید. خب بس دیگه چند وقت دیگه هم خودم سندشو به نامت می‌زنم. تو چند وقت دیگه؟ چرا هر موقع سند این وانتو به نام زدی منم سند اینو به نامت می‌زنم. اوکی. بلاخره ریش و قیچی دست شما ساقه موسیقی. خیلی من یه کاری با ایشون دارم در ماشین، یه لحظه میریم. بفرم. ببخشید. بفرم. خواهش میکنم. یه لحظه تشریف بیاریم. من این فیل ماشین رو میخوام ببینم. آیا آفتاب دیده یا ندیده؟ زیر ماشین آفتاب دیده یا ندیده؟ الو. آقا اصلان سلام. آقا حله. خرمنه نکاشته هامون، چشمه نگو آتش بشونه، بشمرین نداشته هامون، هزار هزار تا کهکشونه. آرزو دریای شوره، دریای شور زندون ماهه، ماهی ها تشنه ترینن روی لباشون.